چهارمین سمپوزیوم زنان زیر نام زنان افغان پیام آوران سال در ارگ برگزار شد. رئیس جمهور غنی هنگام سخنرانی در این نشست یگانه راه رسیدن را به صلح در کشور اجرای قانون اساسی، تأمین عدالت و مشارکت زنان در گفتگوهای صلح میگوید. اگر جنگ و خشونت وجود نمی داشت، میلیون ها دختر این سرزمین می توانستند دکتر، انجینیر، نرس، معلم و فعال در صحنه اجتماع باشند. به نظر می رسد که یکی از ویژگی ها این است که شما باید مسلح باشید و یا کمک کننده خشونت. بنابراین بسیار مشکل برانگیز است. این نه تنها مهم است تا به جنگ پایان بدهیم، بل برای ایجاد صلح آنان که متاثر از جنگ هستند نیز باید شامل گفتگوهای صلح شوند. در حالی که انوز از حضور کمرنگ زنان در نهادهای دولتی کشور انتقاد می شود، اما مقامهای حکومت از افزایش ظرفیتهای زنان و دستاوردهای بیشتر آنان در سالهای اخیر سخن می زنند. چرا مردم سر مردم عادی خشونت می کنند؟ ما مردم عادی باید بفهمیم چرا دلیل از این خشونت، که بفهمیم چطور این خشونت قطع کنیم. در این سمپوزیوم شماری از نمایندگان جامعه جهانی نقش زنان را در روند صلح یک نیاز جدی می دانند. ما برای پشتیبانی از زنان افغان از رهگذر سیاسی و مالی متحد هستیم تا آنان به آرزوهایشان و ویژه تساوی جنسیتی و جامعه صلح‌آمیز برسند. در این سمپوزیوم در کنار 105 تن زنان فعال ولایت‌های دوردست، شماری نیز از پایتخت گرد آمده و زیر شعار زنان افغان پیام آور صلح اند، تلاش می‌کنند که در درازای 3 روز موانع فرار راه صلح را گرد آوری و پیشنهادهایشان را به حکومت بسپارند.